یه شروع دوباره است ماه رجب. بیا از اول شروع کنیم با هم. اصلا گذشته رو بیخیال، حرف خداست تا گذشته رو بلکن، اصلا با گذشته نیا پیش من. هیچ، سلام شروع کنیم، از الان با هم شروع کنیم. خیلی عالی، حرف خداست تا گذشته رو بلکن، قربون خدا برم. اصلا فکرش هم نکن، مهمونیه دیگه، فکرش هم نکن. شما یه موقعی هست با یک کسی هم ممکنه مسئله داشته باشید، با هم یک کلکلی هم داشته باشید، ولی یه موقعی هست مهمونیه، به مناسبت یه عروسی دعوتش کردی، دعوتت کرده، تو اونجا که با هم دیگه نمیشید سر این قضیه حرف بزنی. عروسیه دیگه، جشنه. خدا یه جشن بزرگ انسانی مربوط به بخش انسانیت ماها، اونایی که نمیفهمن ماه رجب جشنه، برای که این بخششون بچه است، هنوز بالغ نشده، نمیفهمه یعنی چی. از رجب بیشتر بدش میاد، از شعبان بیشتر، از ماه رمضان که دیگه اصلا متنفره. چیکار کرده خدا تو ماه رجب؟ همه واسطه ها میو من و تو فقط. از شهر و شهری ولی عبد و عبدی، ماه ماه خودمه، بنده هم بنده خودمه. ادبیات خدا رو نگاه کنید چقدر عالیه، قربون این خدا برم. دلم میخواد 50 سال گناش رو ندید بگیرم. انا مطیع و من عطا علی، هر کس که مطیع من باشه منم مطیعشم، هر کس پاکار من باشه منم پاکارشم. خیلی حرف. خب ما کجای همچین موقعیتی گیر بیاریم؟ خداوند رب العالمین میگه من پاکارت هستم. خب اگه تو بگی جمعی خیر دنیا و آخرت رو به من بده، نمیده بهت؟ بگو همه شر رو از من برطرف کن. برطرف نمی کنه؟ بخل داره؟ نه. فانه غیر منقوص ما اعطیت، خدای چیزی ازت کم نمی کنه هرچی بدی. تازه چی؟ و زدنی من فضلک یا کریم. جمعی خیر دنیا و آخرت رو خواستی، جمعی شر رو دنیا و آخرت رو خودت برطرف میکنی، تازه میگی از فضلت یه چیز اضافه ترم بده. میفهمد که در ایام زندگی شما رب شما چقدر قشنگه، یه فرصت هایی رو ایجاد میکنه. خودتون در مقابل این قرار بده، بذار خودتون معرض رجب. اگه بدمه به تو ولا تشقون ابدا، هرگز تا آخر عمرتون بدبخت و شقی دیگه نمیشید.